مناظره آقای سیدابردی عبدالی و آقای زلال مومن نسب رو شروع کردی. این برنامه به صورت زنده از صفحات آقای عبدالی در اینستاگرام و همینطور صفحات انصاف نیوز توی اینستاگرام که فیلتر شده در حال پخش هست. آقای مومن نسب در خدمت شما هست. خب البته من از طریق روبیکا دارم اینو پخش میکنم و در واقع با در یک مناظر روبیکایی هم شرکت کردیم و همینجا الحمدلله که از ضعف‌های نرم‌افزار خارجی هم روشن شد. من تو روبیکا 7 ساعت لایو استریم داشتم بدون وقفه، نه فقط روبیکا، توی گپ، توی سروش پلاس و توی ایتا رکورد 7 ساعت رو دارم. 500 هزار مشاهده رو هم دارم. حالا نمیدونم اینجا چقدر مشاهده میشه. یعنی ما میتونیم علارغم این چیزی که آقای عبدالی و دوستان سیاسی از هر دو جناح مدام میخوان این تلقین بکنن که ما نمیتوانیم، برعکس اینه. ما یه زمان میگفتیم نمیشه، ثابت شد که میشود. گفتن یه عده نمیتوانیم، ثابت شد که میتوانیم. ولی ما اساسا میگیم نه، باید بتوانیم. این انسان ساخته، ما میتونیم بسازیم. ما تو حوزه فناوری اطلاعات اینجوری نیست که عقب باشیم، نه اینجوری نیست. من میتونم کامل براتون توضیح بدم. ما اولین پیام رسانه های دنیا تو ایران ما داشتیم، محاوره رو داشتیم، پیام رسانه دیگر رو داشتیم، هم کلوب رو داشتیم. اصلا یه ویژگی که آقای عطایی دارن که من از قدیم ایشون رو با اون میشناختم این بود که تو همون دوره در واقع اون رئیس جمهوری که ایشون رئیس دفترش بود، ایشون گفتم قبلا گفتم ایزن اصلا خدمتتون که ایشون اومد پرشین بلاگ رو در واقع کمک کرد و خودش بلاگش اونجا درست کرد. در صورتی که همون زمان ما بلاگر و وردپرس رو هم داشتیم و این هر دو آمریکایی بودن و این تقویت شد که من خودم هم پرشین بلاگ صفحه داشتم، هنوز دارم در واقع وبلاگ و اونجا هم کامنت هم می‌ذاشتم. هنوز هم ظاهرا نمیدونم، ولی من وبلاگ هم دیگه اومدم رو شخصی خودم و نسل‌های مخابراتی عوض شد. نسل مخابراتی عوض میشه، محتوا همه چی عوض میشه و دیگه رفتیم بیشتر رو حاضره کانال و اینها. خب من یه خورده جمله جمله ایشون گفته من نوشتم اینجا، سریع میگم که انشاءالله وقت نبره، چون وقتی این چیز مطرح میشه پاسورش قطعا طولانی تره. گفتن روبنا مبتنی بر زیربنا، زیربنا رو گفتن مجلسی که همه توش هم فکرن، در صورتی که طرح در قانون جرام رایانه ای تو این مجلس تصویب نشده، تو مجلس هشتم تصویب شده و بعد اصلا اگه کلن میگیم کل مجلس ها اینجوری هست، خب حالا خیلی من حرفی ندارم، برید حکومت رو تغییر بدید، یه بخشی از حکومت رو خود شما هم فکرانتون بودید سالهای سال. اگه کل نه، وقتی دست ماسکو به دست بقیه هست بده میشه یه چیز دیگه ها. توی مجلسی هم داشت، مثلا مجلس سیستم کلشون اونوری بودن. مثلا ما با نگاه سیاسی من نگاه نمی کنم، میگم این مجلس مستقری مصوبه ای داشته، فرایند قانون طی شده و قانونه و همه باید به قانون تمکین بکنیم. اینکه من خوشم نمیاد و قیافه اینو دوست ندارم و اینکه دماغش کجه، این منطقی نیست، توی جای دنیا هم نیست. ممکنه همین الان ترامپ هم بگه مثلا من رئیس جمهور آمریکا قبول ندارم، پس هیچی دیگه، هیچی، ما هم شروع می‌کنیم به و با همین منطق بود که سال 88 کشور و تا امروز دچار خیلی از بحران‌ها کردن. اصلا پس قانون جرایم مال این مال امروز نبوده، مال سال 88 بوده و مجلس 8. و جالب اینه که سال 81 این قانون تدوین شده. من نمی‌دونم مجلس ها خیلی تو دستم نیست، مجلس 6 فکر کنم 6 یا 7 تو هولوشا بوده. سال بله سال 81 تدوین شد، سال 88 تصویب شد، هنوز هم یه بخشش اجرا نشده، در صورت که هیچ چیز فضای مجازی شبیه اون موقع نیست. ما بهش نقد داریم، من خودم نقدم جدی‌تر از این حرف هست. بعد گفتن بزرگترها مثلا اونجا هستن، من نمیدونم بزرگترها، خب همین بزرگترها هم تصمیم گرفتن دیگه، شورای امنیت من و شما نیستیم که، همین بزرگترها توشن دیگه تصمیم گرفتن. اینجا بزرگترن، لابد اونجا بزرگترن دیگه، مگر اینکه بگیم باد کرده بودن بادشون رو کشیدیم کوچیک‌تر شد. نه، همین آدم ها هستن. رئیس مگه شورای امنیت کیه؟ شورای فضای مجازی کیه؟ نه همین همین ها که الان شما بزرگ تحصیلشون کردید و اصلا بهشون استناد کردید، گفتید اینا این کار میکنم پس ما باید بکنیم. من میگم نه خیلی روی این منطقه هایی میخواستیم جلو بریم، الان با آقای رحیمی باید پشت میله زندان میبودیم، اونم یه روز بزرگتر بوده لابد توی کشور. خیلی روی این اصطلاح من جلو نمیرم. قانون شکنی حتی توسط مرجع تقلید هم ممکن اتفاق بیفته. ما که آدم ها برای اون اصل نیستن، اصل قانونه، اصل شرعه، اصل یه چیزی محکمتر از آدمیه که ممکنه خطا بکنه. ما الان دادگاه ویژه روحانیت داریم، یعنی روحانی ها ممکنه خطا بکنن دیگه، بچه رو دادگاه ویژه رو انداختیم، درسته یا نه؟ پس اینجوری صحبت نکنیم، اصولی حرف بزنیم. ببینید ما مجلس رو کلن شما قبول نداری؟ نه من میگم آقای رئیسی میگه کدوم مجلس؟ یه لحظه
کدوم مجلس و شورای نگهبان تایید نکرده که شما اون رو قبول داری؟ خب همه مجلس بعد انقلاب دیگه تقریبا شورای نگهبان تایید کرده دیگه. چیه مجلس ششم هم لابد آدماش برای نگهبان تایید کرده، کسی دیگه تایید نکرده بوده که. شما نمیدونم این مرزه رو تعیین بکنید که فرضاً بحث شفاف‌تر میشه. مثلا میگه آقای باهونت که بزرگتر ما هستن، آقای باهونت از آقای باهونت بزرگتر توی مملکت داریم. خب حرف اونا رو هم قبول بکنیم دیگه. هر ساعت خدمتتون یا سران مثلا قوا کوچیکن الان در برابر مثلا آقای باهونت که بزرگ اونا کوچیکن. خب من برگشتم بگم دیگه. نه من میگم جواب فنی بود برای اینکه آقای رئیسی میاد پوز دو میلیون آره میگم اینا نوشتم به معنای بزرگان دیگه بخواد کسی که بشه رئیس جمهور نوشتم. رئیس جمهوری هم بوده که از قبل هم معلوم بود رئیس جمهور بشه. من والا جواب مسائل سیاسی که عقب معلوم بوده من آقای روحانی به نظرم عقب معلوم بوده خاطر رئیس جمهور بشه. فیلترینگ میگن ضعیفه. حالا به همه شون آقا بریم از اول انقلاب ببینیم چی کار میخواییم بکنیم. از سبب خدمتتون که میگن فیلترینگ ضعیفه، شما نگران ضعیف بودن فیلترینگ هستید. با هر فیلتر شکن میگن میشه از فیلترینگ خارج شد. خب باشه پس بیان تلاش بکنید که فیلترینگ قوی بشه. بعد میگید که بی اثره، چون مگه ایده دارن استفاده میکنن. خب اگه بی اثره بعد نگران چی هستید؟ بذارید همین فیلتر بمونه دیگه. شما میفهمید بی اثره دیگه، بذارید بی اثر همین یه کار بی اثر بکنه دیگه. اگه اثر داره که خب باز میشه حرف دیگه. ببین خودمون حرفمون داره همدیگر میخوره، بی اثره ولی باید باز باشه. خب اگه بی اثره خب چرا باز باشه؟ بذار باشه. بعد میگید که تکنولوژی، ببینید این ماهواره جهانی استفاده میکنیم. تو ماهواره جهانی هم دیدیم که صفحاتمون رو بستن، هر چقدر که وابسته بودیم تو جاهای راه بردیم صدمه خوردیم. حالا ماهواره بوده، سرنگ بوده، داروی بچهای پروانه‌ای بوده، هر چی صدمه خوردیم. خب بالاخره ما میخوایم مثل آمریکا، همون آمریکا که کعبه آمالی عده هست، میخوایم مثل آمریکا پیشرفت بکنیم یا نه؟ ببینیم آمریکا چه مسیری رو رفته. ترامپ وقتی صفحاتش رو تو تمام شبکه‌های اجتماعی آمریکایی بستن، خبرنگار از پرسید گفت آقای ترامپ شما تو چه تلویزیونات نمیذارن حرف بزنی؟ رئیس جمهوری تو تمام شبکه‌های آمریکایی هم که بستنه، نمیخوای بری تو نرم افزار مثلا چینی یا روسی ویکی روسیه اسپورت یا مثلا تیک تاک چین عضو بشی؟ اونجا دیگه اینا شاید نتونن ببندنه، داری تونه حرف بزنی. یکم غیرت از ترامپ یاد بگیریم. ترامپ میگه به هیچ عنوان، میگه بچه کار میکنید، میگه من فقط نرم افزار آمریکایی. میگه خب اینا که هرچی عضو بشی حذف میکنن، حتی طرفدارا رو حذف کردن. میگه خب من میرم یه نرم افزار آمریکایی خودم میسازم. یه رفت ساخت و دیدید که رونمایی هم کرد و اینها. خب ما اینجوری که نمیشه دیگه. اگه اینا پیشرفتشون خوبه بریم ببینیم چجوری پیشرفت کردن. تو آمریکا یه نرم افزار غیر آمریکایی ببینید که مورد استفاده مردم عربی. خب معلومه یه نرم افزار پا بخوره حرکت بکنه رشد میکنه. گوگل که اول گوگل نبود، تو آرشیو داد آرشیو نگاه بکنید یه نرم افزار در با داغون بود هیچی نداشت، پا خورد رشد کرد. الان نرم افزار داخلی میخوام رشد بکنه، بعد پا بخوره رشد بکنه، بعد طرف تو فعال باشن از داغ رشد بکنه. اصلا خدمتتون که سروش روشون گفتم، سروش اصلا وقتی روبیکا وقتی تلگرام فیلتر شد هنوز به 2 سال نرسیده بود عمرش، یک نوپای 2 ساله. ایشون فکر کنم آقای سروش رو میگن 30 سال پیش بوده. اون سروش رو میگید؟ نه این نرم افزار سروش با اون سروش فرق داره. اگه مجله نه اصلا اینم نبوده، ما اصلا زیر ساخت نشد. نه خب همون اونم نبوده، نه این بوده نه اون بوده. حالا شما هر چی خوش نمیدید اصلا ماشاءالله اهل مناظره هم هستن. اصلا خدمتتون نه اینجوری نبوده. سروش هم اصلا اینترنت 30 سال پیش وجود نداشت. 20 سال پیش هم که گفتید اینترنت به این معنا وجود نداشت، یه چیزی که بود که الان تو فقط چند تا دانشگاه استفاده میشد، توجه دارید؟ این نبوده. در حد این اطلاعات غلطی که درست میگید تو جنگ شناختی به مغز ما مخابره میشه، بعد ما رو همینا میایم تصمیم میگیریم حرفا میزنیم. نه یکی دو سالش بود همون موقعی که سروش آقایون خانم ها نمیدونم هر کی هر جا داره من میبینه، همون موقعی که سروش بسته شد همه میدونیم که سروش یعنی سروش بسته شد. بعد از اینکه تلگرام بسته شد آقای وزیر ارتباطات همجناه آقایون سروش رو هم بست، نشون به این نشون که سروش رو با فیلتر شکن میشد باز بکنی با سرعت خیلی بالا. سروش همون موقعی که شما میگید گفتید یه اصطلاحی به کار بردید گفتید چی ترکید نمیدونم چیز اینجوری همون موقع پوکید میگید پوکید، همون موقع سروش با فیلتر شکن باز میشد. یعنی فیلم پهنای باندی که به فیلتر شکن داده بودن بیشتر از پهنای باند بود که به سروش دادن. حالا دوستان اینجا اصلا میتونن خودشون دفاع بکنن، یک نرم افزار بومیه، ولی ما عادت کردیم این عادت رو بذاریم کنار.
همیشه ما با همسایه قاضی و همیشه هم باید بزنیم تو سر بچه های خودمون. اینا بچه دانشگاه شریف بودن، نرم افزار طراحی کردن دیگه. حتی به فرض که بگیم سروش افت کیفیت داشت که از بیرون این کارو کرده بودن، به فرض بگیم افت کیفیت داشت، مگه نرم افزار خارجی همشون همیشه آن تایمن؟ خب ما دیدیم هم چند وقت پیش، مگه نه واتساپ و نرم افزار آمریکایی هم دچار اختلال شدن؟ اختلال با اینترنت هست. باید تلاش کنیم که فضا بهتر بشه، نه اینکه بگیم ما موشک فرستاده میلیارد میلیون دلار هزینه کرده از جو خارج نشده منفجر میشه تو ناسا بعد این همه سال. اون آدم میان بهش مدال میدن پول بیشتر که برو آقا موشک قوی تر بساز، ماهواره قوی تر بفرست به فضا. ما تو ایران اون برعکسه، ذره بین دست گرفتیم یه اشکال از اینا پیدا بکنیم، یه اشکال ما خیالی. آقا اشکال این نبوده که من پهنای باند سرورش رو نگاه میکردم 50-60% در واقع سر میزد خالی بود. و از این بر مردم مستقیما به سرور وصلن، کابلای مخابراتی به سرور وصلن. خب این کابل شیک بکنید خب دسترسی به اون نمیرسه دیگه، یعنی مردم سرعتشون میاد پایین. که حالا این بحث خیلی بحث مفصلیه، ان شاء الله که آقای آذری جهرمی که حالا محاکمش علی ظاهر داره انجام میشه یا شده، اینا توش بررسی بشه ببینیم چرا ایشون اینو بسته بوده. جواب بده بیارسین بیارید اینجا یه وقت جواب بده، یک مناظره بذارید حتما من میام تو جلسه هم باشم میام. عرض شد خدمتتون که بعد گفتن سالها پول ریختیم سروش نکشید، که اصلا کاملا غلطیه، ثابت کنید. اصلا گفتید سالها پول ریختیم ولی سروش نکشید، اینو ثابت بکنید. اصلا یه همچی چیزی وجود نداشته. یک 5 میلیارد به 3-4 تا در نرم افزار. من گفتم چرا گفتید 5؟ فهمیدم چون 5 ذهن رو پر میکنه، وگرنه با 5 میلیارد 4 تا سرور هم نمیشد خرید، 5 سرور هم نمیشد خرید. اینا حداقل برای ساپورت کردن هر 100 هزار نفر به شکلی که آفیه کیفیت پیدا نکنه به یک سرور نیاز داشتن. خب وقتی سروش تو یک ماه 14 میلیون عضو میگیره، از اون بعد شما میبینید که همون تلگرام تو 14 ماه 10 میلیون عضو گرفته، بعد اینو شما با اون مقایسه میکنید، زیر ساختش رو باش تامین بکنید، اینم میتونه به قدرت اون بالا بره. که البته خب الان دوستان این کمی قوی تر هم کردن، فقط ما سروش نداشتیم، همون موقع نرم‌افزارهای دیگه داشتیم که اونا اتفاقا کیفیتشون در حد قابل قبولی باقی موند. اینو مثلا ایران خودرو ها، یه عده تو ایران اومدن که خودروی راه انداختن همون انگلیسی‌ها به اینور و دنبالشون، که بکنن تو سر ما بگن ما نمیتونیم. خب بابا بیان هم شما دولت دستتون بوده یه کار میکردید که ثابت کنید میتونید. خب هر سبب خدمتتون که میگم ما در جایگاه تکنولوژی نیستیم، این اینجوری جوونه ما رو تحقیر نکنید. تو فناوری اطلاعات انفورمیشن تکنولوژی ما تو قله ایم. آقا قدیمی ها میگفتن مگه آپولو هوا کردیم؟ ما آپولو هوا کردیم، موشک مریخ فضا نفرستادیم. ما تو حوزه فناوری تو برنامه‌نویسی که همه مرزها رو جابجا کردیم، تو کشور خودمون دارن بازی میسازن، تو آمریکا میفروشن. من میشناسم این گروه ها رو، برنامه‌نویسای ما دارن مشاوره میدن تو خیلی از شرکت های آمریکایی، برنامه‌نویسای ما مدیرای شرکت ها هستن. چرا میگید ما نمیتونیم و نتونستیم و نخواهیم تونست؟ آقا اینجوری چرا ما مردم حرف میزنید؟ ما این همه آکیمن تو کشور داریم، نخبه های درجه خوب اینجوری حرف میزنن میره خارج از کشور میگه اینجا هر کاری کردن تو سرم زدن، همین آدم میره نرم افزار خارجی درست میکنه، خود شما ازش استفاده میکنید کیف میکنید. خب که نشد که، نه این حرفو نزنید، واقعا با جوان ها اینجوری دارید ظلم میکنید. اصلا خدمتتون که حالا من گفتم پول ریخت و ما در جایگاه تکنولوژی نیستیم، حرف کاملا غلطیه. مردم دچار آسیب میشن با فیلترینگ، بدون فیلتر شکن چی دچار آسیب نمیشن. یعنی اگه بدون فیلترینگ، یعنی شما میگید با فیلترینگ مردم دچار آسیب میشن و نمیگید بدون فیلترینگ چه آسیبی به مردم میخوره. خب اینم بگید دیگه، بیا میشیم با هم دیگه به دو تا دو چهار تا ببینیم جلو شما بگو منم میگم. ببینیم بله مقاومت هزینه داره ولی تسلیم هزینهش بیشتره. این تعبیر مقام معظم رهبری بود. اتفاقا اینجا شما اشاره کردید به صحبت رهبری بعد از همین ماجرا و گفتید که ایشون گفته، من نمیدونم کجا گفته ایشون، ولی من یک جمله از حضرت آقا برای شما میگم، برید تو سایت هست. یه عده از دوستان آقایون تو همون دولت رئیس جمهور آقای خاتمی و اینها گفتم آره، بعد تو اون زمان اینا اومدن از صحبت خدمتتون که رفتن تو در واقع خدمت مقام معظم رهبری با اعضای شورای انقلاب فرهنگی. آقای مهاجرانی وزیر بود اونجا، ایشون میگه که چند 5 سال دیگه، البته 5 سال دیگه مردم بدون بشقاب، منظورش همون دیشه، میتونن ماهواره بگیرن، که از 5 سال نمیدونم خیلی گذشته 20 سال گذشته. اون وقت می 5 سال دیگه اتفاق میفته. بعد مقام معظم رو اونجا جواب میدن، میگن این قانونی که مجلس تصویب کرد در مورد ماهواره قانون درستیه. بعدش این تعبیرشون اینه، میگن مانع علل اجاله مانع است. اگر ما این یه کم آخوندی شد شما بهتر میفهمید، اگر ما نمیتوانیم جلو پیشرفت دشمن را سد کنیم، لااقل سرعت پیشرفت دشمن را کند کنیم.
و این تعبیر نمیتونیم بگیم چون مثلا فیلتر شکن هست پس فیلتر نشود. من موافق فیلترینگ 100% نیستم، چون شو گفتن اینترنت رو فیلتر بکنیم. اینترنت فیلتر بشه چه معنی داره؟ یعنی کل اینترنت رو ببندن؟ خب کار احمقانه ایه. اگر کسی بیاد به صورت بلند مدت، کوتاه مدت نمیدونم، شورایی هستن که تصمیم میگیرن و بیاد به ما کلا از اینترنت قطع بشیم، باید من آدم عاقلی نیست، حالا من نمیدونم لااقل آدم عاقل نیست، حداقل از صحبتهای رهبری همچین چیزی بر نمیاد که ما بیام اینترنت رو ببندیم. منتها اگر منظورمون اینه که نه بعضی از محصولات فناوری که دچار مشکلمون کردن هم کارشون نداشته باشیم، نه ببندیمشون همینجور ولشون بکنیم، نه اینم کار غلطیه. شما پبیو مرزا رو باز بذارید، بم بیا تو، هرچی بیا تو، بعد اینجا بیاین دو سه تاشو بگیرید و افتخار کنید دو سه تا هم گرفتیم. آقا بعد چی؟ کشور دیگه امنیت براش نمیاد. مرز مجازی هم به همون شد. چک اصلا شما برید تحقیق بکنید رو مرز مرزهای سایبری پنتاگون 5000 تا 1000 سایبریه. یعنی اونها فضای مجازی رو پنجمین عرصه سرزمینی و نبرد میدونن. گفتن رئیس جمهور با فالوآش پوز میده. دو سه بار اینو گفتن. آقای رئیسی اگر این کارو کرده کار بسیار غلطیه. البته من یک کلیپ یادم تو انتخابات ایشون از پخش شد که این حرف رو زد که حرف بسیار به نظرم غلطی بود، با کد بقیه که آدم نمیتونه پوز بده و دوماد بشه، گویا این یه کمی مد شده. بعضی از اینها، بعضی از رئیس جمهورای با کد دیگران پوز میدن. خب که آقای رئیسی هم معصوم نیست، اینم همین کارو کرد، کار بسیار غلطی بود و همون موقع مطلب نوشتم، خیلی از دست ما ناراحت شدن، کار درستی نبود. ولی خود ایشون الان جوابشو داد، همین چند روز پیش بود من دیدم یه کلیپی از ایشون که تو صدا سیما به تمام خبرنگار همین از پرسید و ایشون هم خودش دفاع کرد. زبون دارن ماشاءالله، دم دستگاه دارن، دفاع میکنن. من مدافع آقای رئیسی هم نیستم. هر رئیس جمهور به یک کشور خدمت بکنه دستشو میبوسیم، نکرد خب مطلما انتقاد میکنیم ازش. پس گفتید حرف من اینه که ضرر بستن اینترنت، اینترنت بزنم کنار، اصلا بسر اینترنت مطرح نیست. بعد گفتید کسای سود میکنن، میگن عرض کردم اصلا اینا رو بگیرید، واقعا باید باشون برخورد بشه. کسی که از هر مشکل مردم سود میکنه، چه تو دارو، چه تو واکسن، چه تو اینترنت، حتما باید جلوش گرفته بشه. من اینجا دیگه لابد داره ضبط میشه، علاوه بر خیلی دوربین هست، من عرضم پخش میشه، ضبط میشه، هر چی. من دارم میگم آقا گفتم اصلا یه عده اینا به نظر من مفسد فعل هست، باید با اینا برخورد بشه. اینترنت اگه قراره برای یه عده باز باشه، باید قانونی باز باشه. تو قانون هم ظرفیتش وجود داره، نیست برید قانون تصویب بکنید. ولی این که ما بیان زیر سیبیلی عده رو باز بزنیم، عده رو بزنیم، کاملا کار غلطیه. اینو بارها تاکید کردم، بازم خدمتتون میگم. پس این مسئله هم اینجا بمونه، دیگه ادامه نمیدم. ولی باز من تشکر میکنم، اگه با همون نگاهی که داشتن امسال آقای عطاری تو دولت آقای خاتمی اصلا و با اون نگاه دوستان برخورد بکنن، با فضای سیاسی نگاه نکنن، اون زمان هم بلاگر بسته شد، وردپرس محدود شد، پهنای باندش اینا قشنگ یادمه. ما می‌خواستیم از پرشین بلاگ استفاده بکنیم، اصلا خودشون تبلیغ می‌کردن، نمایشگاه می‌ذاشتن، یه همچین نمایشگاه من خودم غرفه داشتم اونجا، تبلیغ می‌کردن که مردم بیان. اگه همون نگاهو داشته باشن، همون نگاه، اون نگاهو داشته باشن، همین در اون موقع وبلاگ نویسی رونق داشت دیگه. الان پیام رسانا هم اون موقع از وبلاگ ایرانی استفاده می‌کردید تو تبلیغ می‌کردید، الان از درازای ایرانی استفاده بکنید. این وبلاگ، این پیام رسانا همون وبلاگ اون زمان هستن، اون نگاه وجود داشت و ما که اصلا مشکل نداریم. بیا با ولی سیاسیش نکنید، سیاسی به اون معنی که چون اینو اونا گفتن بده، چون اونو ما گفتیم خوبه، این مدلیش نکنید. متشکرم آقای عطاری. شما تا می‌خواید جوابای آقای مومن هستن بدید؟ فقط زمان بذارید. آره فقط من تنها شما اون زمانی مسئولیت داشتید توی دولت آقای خاتمی از کسایی که مانع بر سر آنچه محدود چه تمامش که محدود بکنه اینترنت رو و یا محدودیت در سرعت اینترنت بگذارن، فرداشتون چه در اون زمانی که مسئولیت داشتون چه تا با حال به چی هست؟ از اینکه مانع حداقل سرعت چی هست و اون محدودیت ها؟ من شوخی هم بکنم، بعضی معتقد در کنترل اینترنت بعضی بچه دارم شاید بشه باز داری دوپینگ میکنی. ولی دو گیگ رو شما جواب نمیده، بیشتر لازم داری. ببینید من به خاطر که آخر صحبت شده با اشاره صحبت میکنیم، یه وقتی میگفتن یه دی تو زندان بودن در سال با هم دیگه توی اتاق بودن، بعد 20 تا جوکم بلد بودن، بعد دیگه میگفتن جوک شماره 8 با هم میخندیدن. یه ما اینقدر این حرفا رو زدیم که دیگه همونطور با اشاره کافیه. نه آخر جلسه آقای مؤمن نصب به احتمال هم قرار دست از حمایت از فیلتر بکشم و قطعا من هم به هیچ وجه دست از مخالفت با فیلترینگ نخواهم کشید. ما میخوام حرفا میگذاریم، این استعدادهای دو طرف بیشتر.
در ارتباط با دوران آقای خاتمی من یه نکته بگم، اون وقت تازه داشت زیرساخت‌های ارتباطی به وجود می آمد. من یه مصاحبه‌ای دارم همون موقع، خود من چون اون موقع اولین بار برنامه نویس بودم و خوشبختانه یک اشتباهی کردم، گفتم 30 سال بعد، گفتم 20 سال آقای مامن نسل دویستش این روش رسال ما رو بوده. بعد من میگم که این اون 20 سال پیش یه بحثی بود، نمیدونم اگه یادتون باشه، که شعار دولت آقای خاتمی توسعه سیاسی بود. من اونجا در مصاحبه بود، تازه داشت زیرساخت های چیز مطرح میشد که الان هم دارم فحش میدن، میگه اینا از اون موقع اگه زیرساخت های جلوشو میگرفتن مشکل به وجود نمیامد. ما اون موقع معتقد بودیم که من شخصا مصاحبه کردم، مصاحبه شم دارم تو مجله ایران بود، ماله یه مجله داشت روزنامه ایران، تو اونجا مصاحبه کردم. اون موقع من گفتم که ما وزارت کشور، وزارت اطلاعات و وزارت دفاع که معمولاً عوامل توسعه سیاسی تو این کشورها، تو این وزارتخونه‌ها هستن، من برای آینده توسعه سیاسی و اجتماعی رو در وزارت اطلاعات و وزارت کشور نمی‌بینم و حتی وزارت دفاع و در وزارت ارتباط مخابرات که اون قسمش بود در وزارت مخابرات می‌بینم، چون آینده بشریت داره می‌ره به این سمت. این که جناب آقای مامون‌رسال میگه که غیرت داشته باشیم، من میگم آقای مامون‌رسال غیرت داشته باشید، خیلی هم خوب داشته باشیم، اما اگه غیرت داشته باشیم به مردم خدماتی میدادیم که مردم نمیرفتن سراغ اونا، مردم که اصرار ندارن که برن حتما جنس خارجی بگیرن. کیفیت وقتی نداره و جامعه امکان رقابت نداره به سمت اونا میرن. شما اصلا من فکر نمی‌کنم 3% جامعه نگران این باشه که مثلا چی مگه میخواد با هم دیگه بگن که نگران شمودش باشن و توی امکانات داخلی نیان و اینا. ارتباطات هم الحمدلله توی جامعه اینجوری باز شده که دیگه خیلی بحثی که مثلا چند سال قبل جز ممنوعیات بود دیگه ممنوع هم نیست، هست توی جامعه، وجود داره، خب خیلی راحت میتونه انجام بدن. من میگم که شعار ندیم که ما غیرت داشته باشیم بیان. شما الان من میگم تا الان همه دولت ها فاسد و دولت آقای رئیسی با حمایت جمعی آمده، بگید الان اینجا که ضبط بشه چند سال دیگه با این همه حمایت مالی و امکاناتی که الان شما دارید میگید سیاست دولت هست، واقعا اینترنت ما قابل رقابت با جهانه؟ اینو یه بار بگید الان، هی مثلا بگید که آقا بله آقای روحانی بد عمل کرد، آذری جا جهرومی که بهترین وزیر تاریخ مخابرات بوده میگه بد عمل کرد. شاخصتون چیه؟ شاخص هم بگید. شاخص هم به همون شاخصی که شما گفتی بدترینه. من نگفتم بدترین. من نگفتم بدترینه. یعنی گفتم گفتم جرائم برید از اون بپرسید که اون زمان پرنابان اینو کرد. میخوام بگم که من نظر خودم رو دارم میگم. اینها همه آمدن تلاش کردن، زحمت کشیدن و واقعا زیرساخت اینترنت رشد کرد. زمان آقای احمدی نژاد یه وزیر مخابرات داشت، من یادم هم تو آخر سال از من پرسیدن مهمترین جمله‌ای که امسال شنیدی چیه، گفتش که من میخوام چیز کنم، میخوام یه کاری بکنم که اینترنت سرعتش کم بشه، آدم ها زیاد نرن اون تو، یا یه فتوایی آقای اسمش یادم رفته، تقی‌زاده بود، نمیدونم چی بود، فاقی بود ببینید تو احمد نژاد اصلا سرور عزیز ما چرا آقای احمد نژاد و بعد من میگم یه جریان سیاسی نمیتونه حق نداره که وقتی که یک نفر رو به عنوان منتخب معرفی میکنه همه آراء اون جریان سیاسی میاد پشت سر آقای رئیسی، بعد اینجا ایشان خیلی راحت میفهمن که آقای رئیسی هم اشتباه کرد، گفتش که من دو میلیون فالوور دارم، اصلا ما بر اساس اینا رأی گرفتیم، اگه جامعه نخواد اینا رو و چجوری شما میخواید بگید که آقای رئیسی بی خود کرد گفتش که
من یعنی پوز داد به فالووراش، فالووراش میدونه جامعه چی میخواد. من همه ی حرفم اینه که مهم نیست که رئیسی پوز داد، مهم اینه که میدونه جامعه چی میخواد و اون چیزی که جامعه میخواد براش مهمه و برای شما مهم باید باشه. ده بارم بنده در این مناظره گفتم خدمت شما، کی به شما نه به همون کسانی که تصمیم میگیرن حق داده که برخلاف نظر مردم در اپلیکیشن هایی که توش رهبری وجود داره، رئیس جمهور ها وجود دارن، رئیس جمهور در انتظار، رئیس جمهور فعلی مقبول جریان راست ها یا انقلابی این آمده گفته که من 2 میلیون فالوور دارم، همه اینا رو گفتن، بعد کی حق داده به شما که بگید که اینا به نفع مردم نیست؟ ما باید جلوشو بگیریم. نه من جوابشون رو دادم، باز دلشون میخواد تکرار کنن. من آورده سیاسی داره. ولی این نکته واقعا مهمه که وقتی که ما یک قانونی رو میبینیم که میزان شکست شدن این قانون بیشتره، قانون رو باید تجدید نظر کنیم. یعنی شما به جای اینکه برین دنبال فیلتری، برین دنبال اینکه آقا این قانون جواب نمیده برای این جامعه. همه تون با هم دیگه دست به دست هم بذاریم. ما اگر بتوانیم و شما و هر کس دیگه از دوستان فنی و همین دولت انقلابی اگر واقعا بشناد بگه من تا 2 سال دیگه دارم خودم رو در عرصه جهانی میگیم میتوانیم، ولی واقعا اگر میتوانیم شما همین وضعیت سیاسی اقتصادی فعلی این توانستنه، خب من فکر نمی کنم جامعه این رو توانستن حساب بکنه، نه در حوزه اقتصاد، نه در حوزه سیاست، نه در حوزه فرهنگ و ارتباطات، نه در حوزه معیشت، گفتم اقتصاد. پس این شعارا با صدای بلند گفتن جناب آقای جناب آقای مؤمن نسب با این شعارها با صدای بلند کردن نتیجه عوض نمیشه. جامعه احتیاج داره که اون چرا که میخواد از این فضا بگیره، عادت کرده. هر روزی که شما فضا رو عوض کردید، سرعت تکنولوژی رو بالا بردید و توی اون فضا آمدید تونستید رقابت بکنید، دنیا دنیای رقابته. بله ترامپ میاد تو میگه که من پول داره، امکانات داره، میگه من رقابت میکنم، یه شبکه جدید میسازم میره دنبالش. شما دارین این کارو بکنید، ندارین حق ندارین جامعه رو محروم کنید از نیاز علمی، فرهنگی، اقتصادی، الان همه اینا تو اینترنته و شما میگید اینترنت رو کسی نگفته ببندید. خدا وکیلی شما اگه توی جریان این ته دل خیلی ها هست وقتی که میگن که مقصر دوران آقای خاتمی بوده که زیر ساخت ارتباطات رو فراهم کرده، خب یعنی خیلی ها میخواه اینترنت نباشه، خیلی ها میگن که اینا کلا گذاشتن سرمون که اینترنت آمد توی جامعه. بله متشکرم. من از اون که آقای مومن هستم صحبت کردم، اگر کسی سوالی داشته باشه در خدمتشون هستیم. فقط این آقای مومن هستم که قسمت قبل فرمودم اشاره کردم به برنامه‌نویسان ایرانی که خیلی دارن از این طریق دارن خوب دارن عمل میکنن. خود راستش یکی از مخاطبها نوشته یک به من دادن که برنامه‌نویسان برنامه‌نویس هستن و گفتن فعالان این حوزه الان مشکلشون حتی خود فیلتر شکنها الان هست و از این وضعیت فشار مضاعفی رو دارن. یه جمله آخریش من بگم آدم، ببینید این مهندسین آیتی آدم های بزرگ چرا دارن توی ایران برای شرکت خارجی کار میکنن؟ چرا دارن؟ درآمد ارزی همه میگم نه، خب میگم اگه میخوای این مبنا قرار میگیری با تو پولی ریخ اینجا دیگه. یا چرا دارن اینقدر مهاجرت میکنن؟ خود ایشان فرمودن در خیلی از بخش‌های مهم دنیا ایرانی‌ها دارن اداره می‌کنن زیرساخت‌های ارتباطات رو، به خاطر اینکه اینجا کسی قدر دانش جوانان ما رو نمی‌دونه. اگه می‌خواید غیرت داشته باشین اونجا داشته باشین. وقتی که یک آدم دانشمند می‌خواد بیاد برای سر یک کاری درس بخونه، اول از نماز جمعه دندم شب اول قبل ازش نپرسیم این کارش چقدر بلده. اون کارش رو اگه بلد باشه، لایف استایلش رو هم شما ازش چشم پوشی بکنید، خب اون میاد اینجا برای شما کار میکنه نه برای اون. اسمش باید مهم باشه. بله نصبش هم مهم باشه. عرض شما خدمتون که این چیزی که گفتن این آخرش
حرف درستی بود ولی خودشون محکومه. ما از ساعت ما همه حرفمون همینه. شما میگید اینی که نمیدونم نماد ایناس رو اینه که تو بخش خصوصی هم که نمیدونم اینه که نمیدونم هم نرم افزای داخلی هم همچینی هم نیستن که کسی ازشون نماد شب و اینا تست گرفته باشه. عموما هم که هم بچه های خود بودن و همین تیپ هایی هم که ایشون میگن دارید ببینید دیگه هم دوربر خودتون نمایشگاه هست. من میگم آقا شما وقتی استفاده نکنید دیگری چرا استفاده بکنه و دیگری اگر استفاده نکنه و شما هم استفاده نکنید اینا ورشکسته میشه برای درآمد شما تو برن خارج از کشور نیاز دارن یک سری امکانات. خب امکانات باید در اختیارشون قرار بگیره. خب حرف ما هم همینه. ما مثلا پلیس اسلحه داره، اسلحه چیز خوبیه، پس منم برم اسلحه بگیرم تو خیابون قدم بزنم. هر چیزی بالاخره به تناسب خودش در جای کارکرد مثبت یا در جای دیگه کارکرد منفی داره. اینه که اینها رو با هم قاطی نکنیم. نکته بعد گفتن که اینا تونستنشون تو اقتصاد و فلان. ما هنوز جای روحانی درد میکنه. خب شما هنوز خیلی نگذره بذارید یک کمی رومون هم کم کنیم، متعادل باشیم. خب بابا دولت بابا این 8 سال دست شما بود. تو این 8 سال خیلی چشمه گل و گل گل بود. آقا گل و گل گل بود تو دولت روحانی. ما شکر خدا الحمدلله دیدیم که نحوه مدیریت چه شکلی بود. و بعدم متاسفم که تو همین دولت هم هنوز از بعضی از همون عناصر داره استفاده میشه و تا وقتی همون آدم ها باشن خب همین دستان. هنوز ما شورای عالیمون 3 تاش اونا بودن، بعد یک سال یکیش عوض شد، 2 تا دیگه هم هنوز دبیرشون. ما شورای عالی امنیت ملی شورای عالی همونه. نه میخوام بهتون بگم که آقا ما یه مسئله که داریم، این مسئله مون درستش بکنیم. خب مسئله بعد اینه که و مسئله تو دولت خودتون، دولت دوستان خودتون چرا حل نشد؟ کم بود 8 سال، 8 سال خاتمی کم بود، آقای خاتمی کم 8 سال نمیدونم، آقای هاشمی کم بود 8 سال میرسه موسی. بالاخره داشتید شما وقت داشتید داشا در آینده باز، ولی من ندیدم همچین هم باشه که مردم از اقتصاد و همه این چیزایی شما میگید گل و بلبل راضی باشن. مجلس دستشون دست همین تیم شما بوده، همه ارکان دست خودشون بوده. خب بگذاریم. بعد میگه جامعه ببینیم چی میخواد. خب جامعه خیلی چیزا میخواد. جامعه نگاه جامعه تو تبلورش مثلا تو انتخابات میشه، تبلورش تو نمیدونم تجمعاتی میشه که مردم بالاخره دارن مثلا راهپیمایی ها فلان بسات دیگه. نگاه جامعه مشخصه. اصلا نگاه جامعه اگر مشخصا خلاف همین اینستاگرام من بود، این اینستاگرام یک چند روز میتونست این کشور بسته بشه، بسته شدنش منظورمه. میگید آقای روحانی آقای خاتمی هم با میدونید که آقای روحانی آقای خاتمی با همین حرف اومدن ها. من خودم خاطرم هست آقای خاتمی گفت آزادی. بعد من یه مقاله نوشته بودم توی نشریه، منو بازداشت کردن آقایون به خاطر یک مقاله. یک هفته تو بازداشتگاه بودم، بعدش رفتم دادگاه تبرئه شدم. جالب نیست؟ تو دوره آقای خاتمی آقای موسوی لاری و وزارت کشور شکایت کردن یه مقاله. همچین هم نیست. اصلا بذارید یه خبر جالب بهتون بدم. فیلترینگ رو دولت آقای خاتمی سر کار آورد. اون زمان اولین سیستم فیلترینگ ایران در دولت آقای خاتمی اومد. حالا آقایون جناحشون سر کار نیست، یه جور دیگه حرف میزنن. حتما مگه میشه رئیس دفتر رئیس جمهور خبر نداشته باشه از مکاتبات و دستورات و مصوبات؟ فیلترینگ اولین بار در دولت آقای خاتمی اومد. خیلی راحت میگم دروغه. آقا اصلا دروغه چیه؟ فیلترینگ کی اومد رو کار؟ زمان قاضی‌مات سال 86 سال 84 سال 83 سال 82 از سال 81 من خاطرم هست که فیلترینگ داشتیم. از قبلترش هم داشتیم ولی معدودتر. 81 دیگه واقعا سیستم اومد، مذاکره کردن با یه کشور دیگه و فلان که وارد جزئیاتش نشیم. از سبب خدمتتون که چند سال دیگه وابستگی تموم میشه. خب کمک کنید تا زودتر تموم بشه. نمیدونم، شما هم تلاش بکنید، ما هم تلاش بکنیم، همه با هم تلاش بکنیم، انشالله زودتر تموم بشه، زودتر وابستگی تموم بشه. ولی هر کسی خواست بره سمت استقلال و سمت ساختن چیز داخلی، سنگ نندازیم تو سرش نزنیم، انشالله این مسائل هم درست میشه. مسخره نکنیم. یکی از این شبکه پیام رسانه داخلی بعد از فیلتر اینستاگرام چند میلیون عضو گرفت. من رفتم به برنامه نویساش خدا قوت بگم، دیدم بعضیاشون یه دستشون سرم یه دستشون موز. یعنی تو این شرایط دارن تلاش میکنن که مسئله مردم حل بشه که الان پیام رسانی داره تعطیل میشه. بعد من از اون مدیر پیام رسان پرسیدم، گفتم شما چند تا کار برگرفتی؟ گفت اینقدر میلیون کار. گفتم آفرین تو تونستی دوام بیاری تو این وضعیت. بعد گفتم این کسای چند میلیونی که عضو شبکه تو هستن بهت پیامم میدن. گفت اوه تا دلت بخواد. گفتم چی میگن؟ گفت همه دارن فوش میدن. آخه بدبختی نیست؟ از این بر باید بار رو بار سیاست گذاری غلط سیاسی کارها و
و سیاستگزارا رو اینها جوانای ما به دوش بکشن، از اون هم باید فوش بخورن. فوش رو باید کسایی میخوردن که این وسط رو انداخته و هنوز هم فیلتر کردن. فیلتر کردن. بله چی فیلتر کردن؟ شما تو مریخ زندگی میکنی؟ کجا؟ مریخ؟ نه ایران. پای ایرانی تلگرام چی فیلتر کرد؟ تلگرام شما. آها. یعنی یه قاضی توی دوران آقای روحانی بود، یه قاضی که بعد دستگیرش کردن به عنوان رشوه‌گیر. اون قاضی که قاضی هم نبود. پاسپورت. پاسپورت. صبح آمد اینو ممنوع کرد. فرداش دوباره بعد از این که یه روز به خاطر انتشاشات تحتیل کرده بودن فرداش وزارت خونه باز کرد، قوه قضایی هم نبود، تازه قوه قضایی هم مخالف بود. یه آدمی که یه سال بعد به عنوان رشوه گرفتنش، خب شما باید خجالت نبخش، شما رو شخصی نمیگم، یه آدم باید خجالت بکشن که یه آدم فاسد اینجوری آمد تمام و اختلالات بزرگ رو توی جامعه ریخت از نظر زمانی و فکری. بعد اومد خونات شما. خب البته البته آره آره اینو خوشش کن. خب البته این چیزی که دارن میگن که من عرض کردم به این شکلی که میگن نبود. تو فیلترینگ اینستاگرام هم چیز تولیدینگ تلگرام توی عرض شد خدمتون که شورای فضای مجازی مصوب شد و بعد اولین بار شاک شورای امنیت کشور اینو بس که وزیر کشور دولت آقای روحانی هم وزیرش بود و این حرفا حرفایی نیست که بگیم دولت نه نمیخواد، قوه قضاییه هم نمیخواد. یه پاسپورت یه گوشه اومد نوشت اینو ببندید، اینا هم گفتن دیگه پاسپورت گفته ما مجبوریم ببندیم، بعدم معلوم شد فاسد بوده. اینقدر جوک هم نیست قضیه، یکم این کاریکاتوری تعریفش کردید. اصلا خدمتتون نه اینجوری نیست، نه در این شکل نبوده. همینی که من عرض کردم الان هم داره پخش میشه دیگه. اینا یادشونه، خب دارم میگم دیگه، همینی که همه یادشونه. بله من دارم همینو میگم آقا، میگید شما میگید باز من گفتم اصلا دبیر شورای عالی فضای مجازی منتخب آقای حسن روحانی متن رو انشا کرد. خب حالا همون جالبه، شما میگید یعنی همین الان یه پاسپورت بیاد حکم بده میبنده، یه پاسپورت دیگه هم نمیدونم حکم بعدش هم بگیرم فلان. اینجوری نیست، واقعا وضعیت اینجوری نیست. آقای روحانی رئیس جمهور کشور بوده، آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه، آقای اون یکی لاریجانی رئیس مجلس. چرا مخالفت کردن با فیلترینگ اگه اون رئیس بوده؟ اصلا روش شما همین من خاطرم از آقای خاتمی با اسم آزادی اومد سر کار، بعد خودش به جانشوه گفت میگیرم میبندم. شما میگی آزاری جهرومی بگم آقا شما روشتون زندان، شما میگی آزاری جهرومی باید بر زندان الان. بعد اون وقت آذری جهرومی میگید که آمد متنش رو نوشت، یعنی همون شورا و فیلتر کردن. خب این واقعا آقا اینا بازی سیاسی برادر من که زنده ام که دیگه یارو بزن برم بعد شما یه حرفی بزنید. من گفتم آقای جهرومی باید بره زندان، گفتم بره محاکمه، گفتم محاکمه بشه، محاکمه تبرئه شد ماشاءالله. دارم انقدر آدم دارن که بیاستون دفاع بکنه، یکی شما. محاکمه انجام شد، هر چی حکم بستن بعد تبرئه شد، هر چیز دیگه انجام بشه. خب بعد گفتید که 3% مردم ممکنه نگران تبادل اطلاع در نفوذ داخلی و شنود باشن. خیلی حرف درستیه، حرف همینه، مردم کیفیت براشون مهمه. همین الان هم که داریم صحبت میکنیم شما میدونید 36 میلیون تا رسما اعلام شده توی روبیکا هستن و حدود 20 میلیون نفر توی ایتا، اونای دیگه هم 8 میلیون 10 میلیون که حالا اینا به هم متصل شدن چند روز پیش، اولین تستش زده شد و هر کس تو هر نرم افزاری باشه میتونه به اون آدما تو اون که نرم افزار هم پیام بده. مثلا اگه شما تو بله هستید به یه نفر تو ایتا میتونید پیام بدید. بله کار خوب میتونه اتفاق بیفته تو کشور. بعد گفتن غیرت داشته باشید به مردم. خب بله به مردم خدمت بکنید. من ببینید تو این بعضی از موضوعات هم یکی با شماها، یکیش همینه، درست میگید، باید به مردم خدمت بکنید. اگر کسی بیاد سر کار به مردم خدمت نکنه میشه منفورترین رئیس جمهور تاریخ ایران. بره بیکارش، مردم فراموش نمیکنن. اینکه ما رو حافظه کدام مدت مردم حساب باز کردیم این اتفاق دیگه نمیفته و مردم این چیزا یادشون هست. آقای حسن روحانی گفت من رئیس جمهور بشم همه تحریما رو برمی‌دارم. خب الان شما در مورد آقای عصبت رئیسی گفتید، در مورد آقای روحانی میشیم با صحبت بکنیم. همه تحریما برداشته شد، خب ایشون با این وعده رئیس جمهور شد. من خیلی کسا میدونستم فقط به همین وعده بود که ایشون رأی دادن. خب و بعد دیدیم که اتفاقا بیشتر هم شد. پس من ببینید کاری نبود. پس من نه حالا آقا اگه قرار تو الانم بایدن کاری نیست تا بود. خب بایدن نگفت فشار حد اکثری. خیلی خب اواخر آقای روحانی که اصلا بایدن ما میخوام بهتون بگیم آقا
ما مشکلمون با پیام رسانه و نرم افزار خارجی اینه، میگن طرف اسم بچه‌شو گذاشته و رستم خودش میترسه صداش بکنه. ما اینا رو گنده کردیم، حالا که گنده کردیم میگه حالا کی میخواد اینو جابجا بکنه؟ همه مردم رفتن. آقا قبل از این اینستاگرام یه نرم افزار تو آمریکا طراحی شده اسمش تامبلر بود. اسمشو شنیدید؟ تامبلر. بعضیا شنیدن ولی عموما شما هم نشیدید. این نرم افزار اگر دولت جمهوری اسلامی تو همون دوره اصلاحات زیر ساخت بهش نداد، اصلا تو ایران هیچ کس بهش نشده، به اون یکی زیر ساخت داد، پهنای باند داد، شیپ کرد، تقویتش کرد، سی دی ان بهش داد، هزار تا کار کرد، اونو همه رفتن عضو شدن. خب اون کسایی که این بساط رو انداختن مردم کاسبشون رو ببرن اونجا الان به ضرر برسن، باید جوابگو باشن بر اساس قانون مسئولیت اجتماعی. قانون مسئولیت اجتماعی میگه هر کسی رو به سمتی برد یا در واقع منافعی تو سمتی که اون رفت داشت، در زیانش هم باید شریک باشه. خب بیان جواب بدن دیگه، اونایی که مردم رو به این روزگار انداختن. از شما جواب من راحل عرض کردم، از اول جلسه دارم راحل جواب چی؟ راحل در حوزه شبکه‌های اجتماعی پیام رسان‌ها. آفرین. ببین در حوزه پیام رسان‌ها، پیام رسان داخلی ما نه، پیام رسان‌های داخلی مون رو یک تقویت بکنیم، دو بین‌المللی بکنیم، سه نیازهای کسایی که به پیام رسان‌های خارجی نیاز دارن رو برطرف بکنیم. ممکنه یه نفر بالاخره میخواد با زبان انگلیسی با کسای دیگه ارتباط بگیره، با کسای ارتباط بگیره که اونجا هست، هر چیز دیگه خب برنامه‌ای داشته باشه، اینو برطرف بکنیم. و محمل همه این چیزایی گفتم در قوانین کشور ما هست، یعنی همین الان میتونه همچین اتفاق بیفته. زبان بردنش دیگه بستگی به من و شما داره. ببینید یکی به من گفت وقتی شبکه ملی اطلاعات راه افتاد من از شبکه اجتماعی ایرانی استفاده میکنم. گفتم برادر من، تا تو از شبکه اجتماعی ایرانی استفاده نکنی شبکه ملی اطلاعات راه نمیفته. ما نمیدونیم کدوم مقدمه بر کدومه. ما اگر واقعا مسئولینی باشن که بیان کار بکنن و محکم پای کار بیفتن وایسن، مطمئنم به یکی دو سال نرسیده وضعیت حل خواهد شد. آره خب من آخرین جمله رو نگفتم. من کسی نفر بگذارن سوالی بپرسن بعد در قالب هم پاسخ به اونها اگر مطلبی باقی مونده بفرمایید. میخواد یه جمله شما بفرمایید، یه جمله صحبت ایشان. ببینید من فقط در مورد صحبت ایشان میخوام بگم که الان اگه شما میگید که این پیام رسانه‌های داخلی به قوت خودش رسیده و اینا رو جمع کردیم و در مهندسه شده، خب الان دیگه اتفاقا فصلیه که باید رفع فیلتر کنید از اینستاگرام اونجا، چون رقابت ایجاد بشه بینشون، انتخاب بکنن، این رقابت با رقابت برن جلو. الان که دیگه نگرانی اینو نداریم که جامعه به این مثلا تو اونجا برن منحرف بشن. بعدش هم بازم دوباره من روز دفعه صدام تکرار می‌کنم که کی به شما اجازه ده از طرف مردم نیاز مردم رو که رئیس جمهور هم بهش تاکید داشته ببندید. خواهشم این است که در یه جمله باشه مثل این سوالا هم جواب بدید. در یه جمله چی میشه گفتم؟ یادمون بدید. میگن تو یه 12 بعد بگی. هیچ کاری. عرض خدمتتون که گفتن که یکی اینو که هی تاکید میکنن چی تصمیم گرفته، من خدمتشون نمیدونم چرا اصرار دارن باز اینو متوجه نشن یا نمیخوام متوجه بشن. آقا بالاخره کشور قانون داره، نهاد داره، تصمیم مجلس داره، شورای همه دم دستگاه بالاخره تصمیم گرفتن دیگه. ما یا کل اینا رو نمیخوایم بریزیم دور که شما هم جزشید، شما هم باید بریزیم دور چون شما هم مسئولیت داشتید دور هم کشور. چه رئیس جمهور بهش پست داد؟ میخوایم که بیان شروع کنیم. رئیس جمهور چرا پست داد؟ من گفتم خدای رئیس جمهور توضیح داد و من از روز اولی که ایشون تو همون انتخابات اینو گفت مطلب نوشتم و گفتم کار اشتباهه. من از چیزی که خودم از اول اشتباه میدونستم که دفاع نمیتونم بکنم. یه نکته دیگه گفتن، من اینو یادم رفت، اگر بگید یه چیزی گفتن. آره تو حوزه پیام رسان ها، تو حوزه نرم افزار، وقت باز کردن، آها گفتم وقت بستن این، وقت باز کردن اینه، این شبیه این میمونه که ما بگیم آقا من دارم خدمت شما عرض میکنم قانون کاپیتولاسیون سال 42 علیه قیام شد. کاپیتولاسیون چی میگفت؟ میگفت اگر یک شرکت یه فرد آمریکایی تو ایران کاری بکنه نمیخواد مجازات بشه بر اساس قانون خود کشورشه، و اگر کسی تو ایران همون کارو بکنه باید مجازات بشه. ما اگر قانون این هست که نرم افزارهای داخلی باید مجوز بگیرن، مالیات حق و سهم بدن، عوارض بدن، نمیدونم قوانین کشور رو رعایت بکنن، همه اینا برای نرم افزارهای داخلیه، خب قاعدتا برای نرم افزار خارجی هم در داخل کشور باید باشه. هیچ کس نمیگه اینستاگرام تو ایران نیاد، ما میگیم اینستاگرام این همه کشورهای دنیا
به جز ایران و کره و کره شمالی ببخشید. کره شمالی اونجا نمایندگی من شنیدم نداره یا قوانین رعایت نمی‌کنه یا و ایران. بین همه کشورهای دنیا که اومده نمایندگی زده، اومده قوانینشون داره میپذیره، بیاد با ایران هم همونجور رفتار بکنه. کسی مخالفتی که با ایران خارجی نداره و رقابت بکنن، رقابت هم سازنده باشه. ولی اینکه ما بگیم اینستاگرام الان رفع فیلتر بشه، هر قانونی خواست بشکنه، مالیات نده، عوارض نده، اونجا هر کاری خواست بکنه، حتی کورتور مولوتوف و همه اینا هم آموزش بده و کشورم به هم بریزه، تو داخلیه اگه یکی از اینا اتفاق افتاد صاحبش بگیریم ببریم زندان بیچارش بکنیم. خب نه، اگه برای این قانونه برای اونم قانون باشه، قانون باید برای همه یکسان باشه. ببخشید الان عرض میکنم الان عرض میکنم بله ما هیچ کدوم مسئولیت نداریم. شفیقی اینا رو جواب دادیم بله خیلی ممنون جواب دادن میتونید مراجعه بکنید، فیلمش توی پیج هست، بسیار کامل این سوال جواب داشت. من خواهش هم کسی خیلی کوتاه بپرسید. من سوال هم نهایی افتایی توی صحبتشون داره من مخالفت میکنم با فیلترینگ به صورت کلی. این یکم ابهامش زیاده. خب من میخوام شما از اون بالا بیارم کف زمین و سوالم رو کاملا عملیاتی مطرح کنم. فرض بکنیم که فردا جناب آقای عبدشی مسئول میشوند به عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی وزیر ارتباطات، فرض گیره یعنی با توجه به سوابق امنیتی و اخلاقی ایشون شاد نشه، ولی اگر شد همچین اتفاقی شما الان همه کاری فضای مجازی کشورید. فیلترینگ قطعا چند تا حوزه داره، یکی سیاسیه درسته، یکیش امنیتیه، یکیش غیر اخلاقیه. شما با کدوم بخش از این فیلترینگ مخالفی؟ یعنی معتقدید باید مباحث غیر اخلاقی ضد امنیتی اینا باز باشه؟ قشنگ روی زمین بگید دقیقا کدوم قسمت ها رو فیلتر میکنید، کدوم قسمت ها رو میگید معتقد اصلا باید باز باشه هر کسی رو ارسال کنید. متشکرم. یه سوالی داره که من یه جواب دارم. حالا شما جواب بدید. سلام. مایکرو سلام. مولا جان. یه سوالی ازتون دارم. واقعا اینکه قانونی که تو سگسون گرایی نباشه و اکثریت رو در نظر نگیره مباشر باشه. با اینا باید تجربه کنم. یه روزی که من خودم فعال استارتاپ و نیاز دارم در شبکه‌های اجتماعی و فعالیت می‌کردم و کسب و کارم به در شبکه‌های اجتماعی به مرز صفر به اعتبار گفتاده یک همه این هم کامیل داده خیال بسانه ایرانی اما نیازهای من ساپورت نمی کنه. چجوری می کنید نیازها با توجه به اینکه خیلی از کسب و کارها رو با هستن بتونید ساپورت بشون؟ سوال هم گفتم باید چیزی زمانی هم بره پایانش بذاره. از چشم خیلی سوال ها بپرسید. یه بحثی هست برای برنامه‌نویسا و آدم هایی که توی این حوزه دارن فعالیت میکنن. روزانه ما داریم از پلتفرم‌های استفاده کنیم که یه تعدادشون خودمون فیلتر کردیم، یه تعدادشون اونا ما رو تحریم کردن، سرویس های گوگل و چیزای این مدل. من الان به عنوان یه برنامه‌نویس وقتی که خیلی از این فیلتر شکن ها بسته شد خیلی به فشار اومد، یعنی کارم مستقیما مختل شد.
حالا اومدیم شما این سازنده هایی که پیش کنار هم گفتید این چهار تاشو بگیریم اعدام کنیم که دست نورت بشه، بعد این کارم کردیم این چوری پیش کنی هم دیگه متصل نشد. من چجوری باید استفاده کنم از این پلت فرما؟ یه جایی هم دامنه سوکر بکنم کانون هست، اگر هم نیست بریم بنویسید اینو در نشش رو بنیان خانواده فروپاشی نشه. چه که اولویت اول خدمت قطعا خانواده است. حالا نه سنسای بانکی، نه درآمدهای مالی. اگه بخوام حمایت بکنم از بچه‌ها و گروه‌هایی که میخوام مال افزایی بکنم، قطعا ملیه جوان چی شد؟ در از نزدیک به 3 دهه بنیاد خانواده زنده شده تو ایران. در از پونزه سال دیگه فرجعه است اگه روند حالی داری چی بره. برای تو رو خدا گره رو درست کن. گره در اینجاست. شما حاضر کدومای شما حاضرن که یه همسری داشته باشن با گلوله قوی یه مالی از هر جهت اما با هاتون میراث باشه؟ اون چه که مورد ارزش داره قدم برداره این راه کار داره، نتیجه اینو داره. ولی این جمهوری اسلامی انقلابش و هرچی پایگاه خانواده اخلاق لطفاً به این فاکتور توجه بشید. ممنونم. با توجه اینکه وقتمون گذشته، من خواهشم این است که به چند تا نکته‌ای که یا سوالی که مطرح شده آیان عبدهی و آقای مورد نصب پاسخ بفرمایید. شما این نکته‌ای داشتید؟ این نکته به قول آخری نفر سومین آخری نفر آره دقیقا هشت دقیقه دیگه وقت داریم. من خواهش می‌کنم که هر کدوم از بزرگواران تا سقف 3 دقیقه اگه صحبت دارن ایشان با جواب بدن. من فقط این سوالی که ایشان فرمودن در مورد فیلترینگ که بالاخره چه حوزه‌ای هست، من اینو قبلا شاید نمیدونم شما تشریح نداشتین، اینجا بحث کردم گفتم که این فیلترینگ یک اتفاقیه که باید خانواده‌ها و جامعه خودش انتخاب کنه که چه چیزهایی رو نمیخواد خانواده خودش ببینه یا جامعه ببینه. این حق رو خب حاکمیت در ارتباط با حوزه حاکمیته، نه در ارتباط با حوزه خانواده شده. حاکمیت مگر سیاست‌گذار نیست؟ حاکمیت سیاست‌گذاره. ولی الان جمعش میکنیم نه اونو میان جمعش میکنن، درسته. اون توی فضای مجازی وقتی که ما میگیم فیلترینگ میکنیم، ما فیلترینگ اجتماعی عمومی یک اپلیکیشن رو اصلا توی اون مجموعه نمیبینیم که بیان برن نه خوب بشه برن بعد شب حاصل بی اطلاعیه برادم، حاصل بی اطلاعیه. نه اینو من قبول ندارم، همین میگم. این همون حرفیه که به زور ببریمشون به بهشت. نه بسترسازی بکنه. بعد و یک نکته دیگه هم که این خانم فرمودن، من اینو میخوام بگم که این ربطی هم به ایران نداره. واقعا یه دوران جدیدی با اینترنت شکل گرفت، یعنی یه نسل جدیدی که همه ارزش‌های مثبت یا منفیشون متفاوته. حالا این رو که ما نمیتونیم جلوشو بگیریم، تو همه جای دنیا هم هست، خواست‌ها و اولویت‌هاشون متفاوته. دست من و شما هم نیست که جلوشو بگیریم. خب من نمیدونم، خیلی مطرح شد. من فقط کلی بهتون بگم عرشم اطلاع من ببخشی سریع چگاه کنم بیشتر شما شما جاو اصلا کمسرا باید شده آفر من میگم مردم با چگلگت جهنم نمید بهش پیشکش. من واقعا من همیشه حرفم اینه، میگم آقا ایشون خانم داره میگه بابا دارید با این اینترنت فیل
تو خانواده ما متوجه غیر ولش هم همینطوره، میگه آقا نه نره ببینه، غیر ولش هم آقا مگه میشه چه جور جواب دادن به مردم؟ تو این آموز هر مشکل پیش میاد گردن مردمه، حکومت و دولت و بقیه هم فقط ما مجبوریم مجری نظرات مردم هم تماشا بکنن، مجری نظرات مردم هم مردم انتظار دارن از حکومتی که تشکیل دادن. این جمهوری، فرق جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی همینه. فرق جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی اینه که جمهوری اسلامی به مردم احترام میذاره، در جمهوری اسلامی به مردم احترام میذاره، در حکومت اسلامی از بالا نظر. این نگاه، این نگاه در هیچ جای دنیا نیست، در همه جای دنیا هست، در همه جای دنیا هست. قیم مردم نیست، حاکمیت مثل این میمونه که بگیم پدر مسئولیتی در برابر خانواده نداره، پدر مسئولیتش مشخصه، باید مسئولیتش انجام بده. تو خانواده هم اینجور رئیس جمهور رو دریه رو ببینید، خب این بحث واقعا بحثی نیست که مردم آقا نه اصلا من میگم بابا قبال سرخوزی هم بسای جوری نبوده، شاید یه قبیل سرخوزی آفریقایی بیارید که تو شهر که هر کاری داره کارته کرده، بگید این هم ما میخوام مثل اون باشیم. نه حق مردم، مردم قانون دارن، قانون باید بر اساس آقا حرف شما اصلا درست، ولی چیزی که هست باید واسه اکثریت شما آقا قانونه. جواب شما اکثریت، ببینید حکومت حکومت ساخت اکثریت رو گذاشته کنار، فراهم بکنه برای که هم اکثریت بتونن بیا رأیشون رو اعلام بکنن و نکرده اکثریت. آقا شما که شما صحبت نکنید در این رابطه، خواهش میکنم. شما از همین دولت بودید آقا، شما به همین 8 سال اون ورش 16 سال این ورش که دست شما بود، اگه اشکال داشت میرفتید دلش میکردید. نتونستی که دولت مال شما همه چی خوبه، قدرتش رو نتونستی. نه من رژیم دوام میتونم بدم، نتونستیم آقای مومه، ولی شما که خود متهمی، برای که دادم قدرتمندتر اونجا بودن. اون یه دو قدرتمندتر اونجا آمدن، با قدرتشون نذاشتن هیچ کدوم از این نیازهای مردم انجام بشه. بعد میگن کسب و کار مشکل خورده، یا این دوستمون به وسط بحثا هست شدون نشه، اون دوستمون گفتن که من برنامه نویس هستم و مشکل دارم. بله خیلی جالب، من عرضم اینه که اگر شما یکی از دوستان اینجا هستن باشون مرتبط بشین، میگن بستر رو برای کار شما در واقع برطرف کردن، ما ببینیم یه سرویس ایجاد کردن که هم کار بکنم. خب همه چونش بازه، نه الان بلند میتونی معرفی کنیم آقا ببخشید، یه دقیقه بیشتر وقت ندید. شما با همین مگه ببین رفتید رفیقات آوردید؟ تبلیغات نکنید، تبلیغات نکنید. همه رفیق بوده آقا، آقا حالا اینا بعدا صحبت کنیم. خیلی عذر میخوام چون که یک ساعت بعدی برنامه بود، یعنی ساعت هست و تموم شده الان قطع میشه، من عذرخواهی میکنم از روبیکا بشه، من عذرخواهی سر خاطر اینکه فضایی نداشتیم که دوستانی که حاضر هستن بنشینن و ما اینجا نشسته بودیم. واقعا از لحاظ من شرمنده‌ام، از آقای رولا مومن نسب و آقای سید محمد علی عبتهی بسیار متشکرم و دوستانی که حضور داشتن اینجا. حتما ما برنامه خواهیم داشت که این موضوع خیلی بزرگتر چون تلفنم اونجاست، دو ساعت هست به وقت بیشتری میگیره تا بتونیم به اتهامات در این مورد عرض کنم که بپردازیم. من متشکرم از آقای مومن نسب، آقای عبتهی، مخاطبانی که از طریق اینستاگرام داشتن ما رو به صورت زنده دنبال میکردن. این رو معرض بکنم، ما این برنامه داریم به صورت تریبون آزاد در هر جا که هم دوستی می اگر نظری نقدی دارد، مطالبی دارد رو مطرح بکنه، مضاف کنه باید اینستاگرام و بقیه صفحات رو در دیگر شبکه های اجتماعی آقا ببخشید اگر وقتی حرف زدن شد فقط چند دیگه این که جای حرف زدنه باشید، اگر نظری نکشید متشکرم از همه کنید.